اعتراض، سرکوب، تجاوز، خشم، جنگ. دیدار یار و صحبت یارانم آرزوست، افتادم به غربت و ایرانم آرزوست. پر شد ز شیخ و مفتی و ملا دیار ما، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. با درود بسیار. هنر مقاومت هنری است که بسیاری از ملت‌های جهان آن را آزمودند. تاریخ پر از تصاویر مردمی است که جانشون را از دست دادن به خاطر آزادی و دموکراسی. هم اکنون در بسیاری از نقاط جهان مردمی که حکومت‌های خودکامه به اونها حکومت می‌کنن خودشون رو به کشورهای آزاد می‌رسونن. هم اکنون بسیاری از مردم کشور سوریه، عراق و افغانستان از راه‌های دور به دریا و خشکی خودشون رو میزنن که به کشورهایی برسن که به آزادی احترام میگذاره. بله، خیلی ها شیفته آزادی هستن، ولی آزادی رو به راحتی نمیشه به دست آورد. این هنریست، هنریست با شکوه، هنر مقاومت. میلیون ها ایرانی از بعد از انقلاب میهن رو ترک کردند به امید اینکه شمیم خوش آزادی در ایران بوزه و باز بتوانند به میهن عزیزشون بازگردند. و اما در داخل ایران، ایرانیان به ویژه جوانان در مقابل حکومت ایستادند. در بسیاری از خیابان ها روی دیوارها شعارهای مختلف میبینیم و علاقه به فرهنگ و تاریخ با شکوه ایران بی‌نظیره. هستند کسانی که و بسیار هستند آنها که مقابل مقبره کوروش میرن و بوسه بر زمین میزنن با امید اینکه کوروش دیگری داشته باشند. و شعار ایرانیان در مقابل مقبره کوروش بزرگ اینه: ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم. سرود ای ایران که در زمان اشغال میهنمان در جنگ جهانی دوم ساخته شد، امروزه سرود ملی ایرانیان در داخل و خارج از کشوره. بسیاری میرن به دیدار آثار باستانی و سرود ای ایران رو سر میدن. نگاه بکنید، در مقابل نقش رستم ایرانیان میخوانند ای ایران. آینده مانی جاودان، ای
من آهنم، نام من فدای خاک پاک میهنم، بهر تو شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو که ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. و در کنار مقبره کوروش شاعر از آرش میخواند. سینه میهن اگرچه سینه ما، اگرچه سینه ما در غم تو سجاده، در غم تو سجاده است. بگو 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 به دیر منش دشمن است، بگو به دیر منش دشمن است، دکتر بدکوبه این دکتر بدکوبه این درکش میهن، درکش میهن ذخیره دارد تی، ذخیره دارد تی، هنوز هنوز خطه ایران، خطه ایران به بیشه دارد شیر، به بیشه دارد شیر، هنوز هست فرانک، هست فرانک آمد افریدون، آمد افریدون، هنوز هست، هنوز هست نژادی، نژادی که برکشد شمشیر، که برکشد شمشیر، دریده پهلوی ما، دریده پهلوی ما، خنجر پدر، خنجر پدر، آری آری به خون خویش، به خون خویش، به خون خویش بغلطیده، به خون خویش بغلطیده، بس پسر آری، بس پسر آری، هزار خرمن آتش، هزار خرمن آتش، ذهیله برپا شد، ذهیله برپا شد، سیاوش دل ما، سیاوش دل ما، میکند گذر آری. و در خارج از کشور به مناسبت روز کوروش سرود ویژه‌ای برای کوروش بزرگ، شاهکار بینش پژوه. ای وطن نامت شکوه آمیز و بالا و سترگ، جنگ جویانت شهنشاهان و مردان بزرگ، کوروشت بر قلب ها هموار رهبر بود و هست، حضرت کوروش به زعم ما پیامبر بوده است. اولین منشور مکتوب بشر فرمان او، ایزدان امشاس پندان جمله پشتیبان، آرشت از 10,000 آشیل بس توفنده تر، داریوشت از سکندر 100,000 بار سر، رخش و شبدیزت بلرزانند پشت عالمی، کاوه و گیو و فریدون هر یکی خود رستمی، باد تا هموار دنیا مهد شیران خاندت، خانه اش ویران هر آن کس خانه ویران خواهدت،
دست اهریمن ز دریا و خلیجت دور باد، چشم نامحرم به سر تا پای خاکت کور باد. زنان و به ویژه دختران جوان که زیر فشار حجاب هستند، این روزها از شیک پوشترین دختران و زنان جهان هستند. لباسهایی رو درست کردن که حتی غربی ها هم دارن ازش تقلید میکنن و بسیاری از دختران جوان که طاقت این همه فشار رو ندارن، به ویژه بازیگران زن، وطن رو ترک میکنن و همیشه خبرساز میشن و با وجود اینکه حکومت فشار میاره که اگر این کار رو بکنید به جاهای بدی میرسید و غیره و غیره، اما باز هم تصاویر زیبای خودشون رو در وسایل ارتباط جمعی به چاپ میرسونن و نشان میدن که زن ایرانی زن آزاده است که زیر فشار قرار نمیگیره. هنر مقاومت. بسیاری از فیلمسازانی که فیلمهاشون رو اجازه ندارن در داخل ایران بسازن، به خارج از ایران کوچ کردن و کسانی که در داخل ایران حتی محکوم به زندان شدن و اجازه ندارن که میهن رو ترک بکنن، فیلمهای کوتاه و ساده‌ای میسازن که فستیوالها جوایز متعدد بهشون میده. بله، مثل فیلم تاکسی. دزدگیره آقا؟ یه جورایی دزدگیرم هست. ظاهرش معلوم خیلی چیز خفن و کار درستی باشه. فیلم برداریه دیگه آقا پناهی. شما کجا؟ تاکسی کجا آقا پناهی؟ دوشور سابره این شدی اومدی دنبالم، اونم دنبال من. من همه بچه من هستم شدم دارم کارگردان وقت تو با این میاد دنبالم. حداقل فکر آوری خودسی و فکر آوری من باشه. اگه تونتر بری حتما میرسیم، ایشالله میرسیم. تو رو خدا آقا تو رو خدا سن باشید داری میمیره.
دست من نکه آقا بهمان وسیعت کنم بهش چیز نمیرسه قطعا مخلمونی بهش میدیم زنده مون بیشتر ترسیده بود خودم دیدم حالش خیلی بد بود هر آدمی که مجرم به دنیا نمیاد آقا از اول من نمیفهمم اصلا شما چی دارید من میگم اگه دو نفر رو اعدام بکنن گوشی بقیه دستشون میاد میدونم شما چی میگین دلیل اشتباه دارین میگین آقا اینجا رو واسه آدم زندون میکنن نزدیکترین دوستات و بدترین دشمنات میکنن به نظرم بی خیالش شو این هم راه رو بلده هم زودتر میره بفرمایید و موسیقی که حرام است به ویژه برای خانم ها روز به روز با شکوه تر و گیراتر اجرا میشه بسیاری از زنان در گوشه و کنار میهن عزیزمون ایران ترانه های محلی رو با زیبایی خاص و لباس های بسیار بسیار زیبا اجرا می کنند. Shut up.
و جوانان هنر تازه‌ای به وجود آوردند، هنر زیرزمینی، چه در زمینه موسیقی، چه در زمینه تئاتر، چه در زمینه سینما، چه در زمینه نقاشی، در همه زمینه‌ها. خیال می‌کنم که جوان‌ها این روزها حرف نخست را برای هنر مقاومت می‌زنند. نگاه کنید. به همه بچه های مصر و تونس، فلسطین و نواده های خضر و یونس، درود به غزه که طعم مرگ و مزه مزه کرده، شهری که درش هر لحظه بحث درده، شهری که تا چند دهه قبل نه آشوب بود نه زیر چنبره غرب، نه کسی کشته میشد با اسلحه گرم، نه کودکی سر در می آورد از دهه قبر. میخوام درود بگم همچون نوستایی که نفرین توش نیست اما مرگ بر اسرائیل. به دنیا درود بگم، به اینا درود نمیگم، نمیگم خوبن بی خود، به خودم دروغ نمیگم. من ایرانیم، به دنیا درود میفرستم، برای صلح و آزادی سرود مینوشتم، دارم میبینم این ظلم و میگی دروغ میگه چشمم، بگو بی دفاع کشتن و تو کدوم دین نوشته؟ کاش کی وجود داشت درک در تو یکم، میشد درود و به جای مرگ بر تو بگم. بگم درود به اون که میگه اسرائیلیست ولی واسه جنگ هیچ اصراری نیست. باشه عمو، یه روزی شد این قتل عام قبول، اما تو دین شما همین رسما باب نبود. بس کن بیا با هم درود بفرستیم، به صلح، به یه تولد تو غروب فلسطین. درود به اونا که پر ایمانم، بگو با من درود به اونا که توی این راه، بگو با من درود به اونا که پر ایمانم، بگو با من درود به وطنم، به ایرانم. درود به ایران سرزمین گلای نیلوفر، به کوروش پادشاه خدای نیرومند. درود به مردمم که کم سختی ندیدم اما هنوزم پا بر جان و با بدبختی غریبم. درود به شهید و پرچمدار خاک ایران، درود به اونا که تو جنگ شدن خانه ویران. درود به فارس، ترکمن و لور و کرد و مازنی، درود به گیلک، بلوچ و قوم ترک و آذری، که دارن جوونان که همچون فریاد آتشن، همون جوونا که همسال فرهاد آرشن. بدون خیلی شده که من از وطنم بخونم، امروز باید یه مظلوم هم وطنم بدونم. درود به پیر مردی که فلسطینی است و هنوز میگه واسه آزادی تلسمی نیست. مردم غزه‌ای که طعم خون رو هر بار میکشن، و نامردان که اونا رو به رگبار میکشن. از وقتی که دیدم مادری روی غم دیده، فهمیدم دیگه انسانیت بوی گند میده. خلاصه باید داشته باشه درک هر انسانی، پس درود به فلسطین و مرگ بر اسرائیل. این پیامو میدم من به هر قوم و دسته، باید آرامش برگرده به مردم غزه. باید روزی رو ببینم دور از آزار و کشتارم، اون روزی که همگی آزاد و خوشحالم. درود به اونا که با خودکار برنگ، می نویسن از عشق نه دنیای برننگ، نه فکر تیرن و نه خونبار بنبن، و در پی آرامش و دنبال صلحن. درود به اونا که با خودکار برنگ، می نویسن از عشق نه دنیای برننگ، نه فکر تیرن و نه خونبار بنبن، و در پی آرامش و دنبال صلحن. درود به اونا که پر ایمانم، بگو با من درود به اونا که توی ایمانم، نه دنیای برنگ، نه فکر تیرن و نه خونبار بنبن، و در پی آرامش و دنبال صلحن. درود به اونا که با خودکار برنگ، می‌نویسن از عشق نه دنیای برنگ، نه فکر تیرن و نه خونبار بنبن، و در پی آرامش و دنبال صلحن. برنامه هنر مقاومت برای کسانی است که آرزوی آزادی و دموکراسی و یک حکومت سکولار برای میهنشون دارن و به این خاطر کوشش میکنند. و برنامه هنر مقاومت برنامه شماست و به یاری شما نیازمنده. به امید دیدار با ما باشید. اعتراض سرکوب، تجاوز، خشم.